ره نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. سلام، وقتتان بخیر، امید که جور و ساعت و سلامت باشین. قسمی که شما آگاه هستین و خبر دارین، جنگ هایی که در کشور ما جریان داره سبب شده که یک تعداد از وطنداران ما از خانه و کاشانه خود بیجا شوند و به شهر کابل بیایند و در شهر کابل در نقاط مختلفش بجا شدند. امروز ما خواستیم که بریم پیش کسایی که بیجا شدند، از درد دلشان با خبر شویم. قسمی که میبینیم، ما امروز در پارک شهر نو آمدیم که تعداد زیاد از وطندارانی که بیجا شدند اینجا جابجا شدند. با ما باشین و کسایی که میتونند کمک بکنند، شماره واتساپ ما در تصویر، قسمی که در تصویر میبینین شماره واتساپ ما هست. کسایی که میتونند کمک بکنند از طریق شماره واتساپ ما میتونند با ما با تماس شوند و کمک کنند. ما پل ارتباطی هستیم میان کسانی که میخواین کمک بکنند به بیجا شدگان. با ما باشین، با بعضی از وطندارانی که بیجا شدن صحبت میکنیم. خب دوستای عزیز، یکی از وطندارای ما که اینجا بیجا شدن باش صحبت میکنیم. سلام. سلام، خوب هستی؟ بخیر باشین. اسمتون؟ عصمت الله. از کدام ولایت بیجا شد؟ از ولایت کندز، ولسوالی علی آباد. خب چطور بود اوضاعی اوجه که شما سبب شد که شما از جایی که شما اوجه زندگی میگردیم بیجا شدیم؟ والا اوضاعی تو نفهمیدیم که چی گپ شد. سر ما هم تو گفتن که جنگ شد در شهر کندز و تا بالا، باز دیدیم که وضعیت یکدم خراب شد. بعد دیگه استاش نتونستیم، مجبور دیگه دیدیم که دیگه جنگ که زیاد شد، دیگه استاش که سنا که نشدنستیم، فامیلا رو گرفتیم اومدیم نمیجه هستیم. چند روز میشه؟ تقریبا نگه 7 روز میشه. 7 روز. چطور بوده کمک مردم با شما، رویه مردم، کمک مردم؟ والا تنوز کنم کمک خاص نگرفته، همینقدر خانهشون آباد که همون نان و چیشون به وقتش میرسه. چطور خیمه چیزی داره؟ خیمه مایما است و خیمه دادن. خوبش. چی گفتنی داره با کسایی که ما را میبینن از طریق چینل یوتیوب؟ چی گفتنی داره؟ والا کدام گفتنی خاص ندارم، فقط اینقدر میخوایم که این دوستای کمک کننده و بین المللی و هر کسی که است مدا یک کمک و یک همکاریشون بر ما برسن، به خاطر اینکه ما یک مردمی رنجیده و یک بسیار یک مردمی فقیر و پسمان شدیم. یعنی می جنگ و نامنی ماری تو کده که کل دارایی و زندگی ما در ولایت ما مونده. دیگه کدام گفتنی خاص ندارم. تشکر. باز یک تعداد وطندارای ما شکایتی میکردن که همین مستحقینش نمیرسه، کسایی که واقعا مستحقینش باشه. مستحقینش یعنی میز که لالا، یعنی می جای قندوز هم به نام قندوز خواه آمدن، می فهمی که قندوز فواره و دربدر است، از تخار است، قندوز از در ولایتی که است. مده نمی دیگه ولایت ها را خواه چون نمی کابل هم مردمش را سعی میکنی نمی داخل تیوازی که اگر قندوزی بدوستون یا موادی که بیایه از دیگه ولایت ها را سمی کابلی هم می دوستون. این تو مشکل است که در اصلی مردمی آواره و بیجا شده نمی رسه. تشکر، سلامت باشی. تشکر، بخیر باشی. خب دوستا عزیز، پیش یک از وطندارای دیگه ما اومدیم که باهاش صحبت میکنیم. سلام. سلام علیکم شما. سلام بر شما. سلام به دوستای چی همکارای شما. بخیر باشین. اسمتون؟ اسم من خیر محمد. از کدام ولایت مهاجر شدید؟ از ولایت قندوز. خب چند روز میشه؟ 3 روز. 3 روز. در این 3 روز چطور بود؟ مردم همکاری میکردن نمیکرد؟ رفتارشون چی قسم؟ والا همکاری میکنه، همکاریش به درد اینا نمیخوره. همکاری مثلا چیزی که میاد اینا نمیرسه، مردم کابل میگیره و دیگه اینا میتوخو از گشنه توشنه چیزی نیست، لیاف و توشک و دیگه چیز. همی زیادتر وطندارای ما همی شکایت داشتن که برای مستحقینش که واقعا نیاز دارن نمیرسن. دیگه با کسایی که همی کارا را میکنن، کسایی که از خود کابل هستن زندگی میکنن، میان حقی که باید به شما برسن نمیرسه. چی گفتنی داری؟ باید برسه. مثلا 3 روز است که مثلا نام میگیره،
که زنگ میزنم چیزی میزنم، نه زنگ زده نه مثلا کسی پرسان میکنه. چند نفر هستن؟ ما پنج نفر. پنج نفر. چطور خیمه دارین؟ نه والا خیمه نداریم. خب با کسایی که دست تصویر میبینن چی گفتنی دارید؟ چی همه نیاز که شما ضروری است چی از براتون فیلم؟ باید امی کلانا جمع شوه، مثلا پرسان ما مردم بکنه، خیمه رو خیمه بده، دیگه خوراکی چیزا چیزا بده. تشکر، سلامت باشید. زنده باشید. خیر باشید. خدا حافظ. خب دوستان عزیز، قسمی که دیدین وطنداران ما در شرایط سخت زندگی میکنن که بسیار سخت و دردآور است که انسان میبینه که وطندارش به یه حالت زندگی میکنه. تعداد زیادی از وطندارای ما شکایتشون این بود که کسایی که در دور و بر کابل زندگی میکنن، در کابل زندگی میکنن، او آمدن در بین ما، ما منتظر کمک میباشیم که پیش از این کمک به ما برسه وقت کمک خلاص میشه. تعداد زیادی از وطندارای ما شکایتشون هم بود که باید که کمک به مستحقین شوه، به مستحقینش نمیشه، به او کسی که نیاز داره برسه برش نمیرسه، به خاطر که واقعا دردآور است که میبینی وطندارت به یه حال زندگی میکنه، بسیار سخت است. و بازم تشکر، امیدوارم همیشه موفق باشین. تا ویدیوی دیگر، خداحافظ.